چشمام من چه کردم با تو، کاش که تو لحظه آخر. دکتر مرادی عزیز سلام به همگی، یه دقیقه وقت بدیم هر کسی که قراره بیاد بهمون جوین شه. اگه یه روز بگم از این حکایت که به تو کردم آیم، دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقت. این نشه گوش بدیم. اگه یه شب برسم به حقایق، میشم خدای عاشق، میگم رازم و سلام به همگی. صدای من رو خوب دارین؟ صدای من رو میشنوین؟ منم دوستتون دارم. مرسی از این همه عشق و محبت. تو این چند وقتی که پر رنگ نبودم، حالا هر کسی یه شکلی واکنش میده به اتفاقات. من همیشه وقتی که اتفاقات سیاه و تاریک میفته یه ذره عقب گرد میکنم، مثل یه تیرکمونی که باید اول بکشیش عقب که بعد بتونی با انرژی و هدفی که میخوای رهاش کنی. من اون حس به هم دست میده که یک ذره باید به خودم برگردم، به این اتفاقایی که افتاده نگاه عمیق‌تری در حد خودم بندازم و ببینم چی میگیرم، چه کاری از دستم برمیاد، چی بلدم، چقدر بارمه که میتونم اضافه کنم و و و همه اینا. برای همینه که کم رنگ تر بودم. میدونم خیلی هم به پیام دادین که چرا استوری نمیذارم، چرا یه سری کارا انجام نمیدم. یه ذره نیاز داشتم که به شرطی شدگی های خودم اهمیت بدم و فکر کنم. کتابم خریدین، مبارکه. من کامنت ها رو الان میبندم، دوباره بازش میکنم. این لایف خیلی قرار نیست طولانی باشه. به یاد یه خاطره افتادم که دیروز احساس کردم این باید بیام در موردش یکم صحبت کنم. منم دوستت دارم، منم دوستتون دارم. من جلو جلو دوستتون داشتم، برای همین اینجا هستیم. Turn off commenting. There you go. من توی یه برنامه بودم، توی یه برنامه مثل یه سرمونی که یه دونه شامنی آورده بودن. واسه یه کسایی که نمیدونن شامن کیه یا چیه، مثل یه استاد در نظر بگیرین یا یک فردی که حالا بیشتر روی خودش تمرین کرده و کار کرده، از یه سری انرژی های بیشتر وارد شده و بیشتر سوال پرسیده. توی همچین جایی قرار گرفته بودم و هر کدوم اجازه داشتیم که یه سوال بپرسیم و نوبت من شد. سوالی که من پرسیدم که شاید سوال خیلی ها باشه توی زندگیشون، این شخص از قبیله مایانز بوده. حالا نمیدونم در این مایان میدونین یا نه، یه سرچ بکنید، خیلی جالب هستن این قبیله. پرسیدم که چطوری با سپیریتت، چطوری با اون من برترت، با اون روحت، با اون چیزی که بهش باور داری و قسمتی از وجودت الان، چطوری با اون ارتباط برقرار میکنی؟ ارتباط گیری تو چه شکلیه؟ چون میدونم هر کسی تو این دنیا همه آخرش به یه چیزی ختم میشه، ولی خب هر کسی مسیر خودشو داره. میخواستم مسیر اونو بپرسم ازش و میخوام در مورد جوابش باهاتون یکم براتون بگم جوابش چی بود. گفت که
آدم ها خیلی مسیر رو واسه خودشون شلوغ میکنن، خیلی راه های زیادی میرن و کارهای زیادی میکنن که یه چیز ساده، یه ساده، یه ساده که ارتباط با خود، ارتباط با اصلشون و قلبشون رو، مثلا اون لقمه رو دور سرشون میچرخونن تا این اتفاق واسه شون میفته. گفتم درسته. گفت تو و من و همه ما توی سرمون با هزاران نفر حرف میزنیم روزانه، فلانی رو تصور میکنیم، کازینامون رو، دختر خاله پسر خاله من داشت بگود الان مثلا اقوام اینا رو تصور میکنیم، دوستا رو تصور میکنیم، یارمون رو، یا حتی یه آدمی که یه دفعه مثلا توی برخورده یک دفعه توی ماشینی دیدیم، همه رو تصور میکنیم، هی باهاشون حرف میزنیم، هی باهاشون حرف میزنیم، ذهنمون رو کاملا شلوغ میکنیم. و چون یک وقتی که این تصاویر اینقدر پررنگ هستن و اون کلامی که استفاده میکنیم اینقدر قدرتمنده، وقتی این دوتا با هم دیگه ادغام داره، ترکیب میشه، یک احساسی در ما ایجاد میشه و ما به اون احساس عادت میکنیم. خیلی ساده عادت میکنیم، یعنی انگار یه جوری خودمونو کاندیشن میکنیم، شرطی میکنیم. گفتم درسته. گفت ولی خیلی 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 کمتر آدمی همین کارو فقط با خودش میکنه. تو چقدر با خودت بری جلوی آینه وایسی یا اون من برترت رو که حالا هر فرم و شکلی هست تصور کنی و با قدرت باهاش در روز حرف بزنی، تو چقدر این کارو انجام میدی؟ گفتم من شاید حرفم که نه، اون سکون و سکوت و شاید تو صبح تو مدیتیشن هم نگه میدارم. گفت خب من خیلی ساده در اقوام ما به ما یاد دادن خیلی ساده با خودت در جلوی آینه، ما وقتی میریم جلوی آینه یا آرایشی میخوایم بکنیم، حالا خانم ها یا آقایون فرقی نمیکنه، آرایشی میخوایم بکنیم، صورتی میخوایم شیف کنیم، تمیز کنیم، یه صورتی آب بزنیم و در همین حد جلوی آینه رد میشیم، شاید 10 دقیقه یه ربع، اصلا یکی نفر میخواد بیشتر مثلا کاری با خودش، مثلا یک قالبی رو میخواد بذاره، با اون توی آینه خیلی چیز داره، برخورد داره. گفت چقدر میری بشینی جلوی آینه یا چقدر چشاتو میبندی اون من برتر اصلی تو تصور کنی و فقط نگاش کنی، فقط نگاش کنی، چقدر جلوی آینه وای میسی قشنگ تک تک اجزای صورتت رو، خودت رو، اینی که تو این بدن وجود داری، یعنی این بدن رو الان بهت دادن، چقدر دقیق نگاش میکنی بدونی که بگی اینجا ما عوض کنم، اینجا ما بهتر کنم، اینجا ما خوشگله یا اونجا ما زشته یا اینجا ما این شکله، بدون هیچ کدوم از این قضاوت ها فقط نگاش کنی، چقدر این کارو میکنی؟ گفت ما این کارو میکنیم، ما من برترمون رو یا در چشای یک نفر دیگه اگه تمرین اینجوری یا در آینه نگاه میکنیم و با خودمون صحبت میکنیم. خب این در خیلی بزرگی رو به روی من باز کرد تو اینجا، چون من از اهمیت این قضیه با خبر بودم، ولی به این عمقی که این شنیدم از زبان یک نفری که به هزاران هزار سال کالچرشون و عقایدشون برمیگرده، از زبان همچی کسی نشینده بودم. خب بس سوالم، خب میتونه سوال پشت سوال میاره، ادامه داشت که گفت که خب خیلی از مشکلات هم ما میتونیم یا از زبان یک نفر دیگه بشنویم یا از کلام خودمون بشنویم. گفتم خب من یه مشکلی همیشه داشتم و دارم، تا اون روزم داشتم. گفتم من با مشاورای خیلی مختلفی در مورد این صحبت کردم، مدیتیشن‌های مختلفی روش انجام دادم و هیچ وقت سورسش رو، منبعش رو پیدا نکردم که چرا من این سایکل، در این سایکل، در این چرخه معیوب هستم. گفت که دوست داری با هم آنفولد کنیم، یعنی مثل یه مثلا پیازی که لایه لایه ور میداری با همین من برتر. گفتم صد البته. وقتی این لحظه میخوای صحبت کنی در مورد ایول درونه، در مورد اون شیطان، در مورد اون تاریکی، در مورد اون چیزی که خدمت نمیکنه، هر چی که اسمشو میذاریم، هر انرژی که هست، اون لحظه من باید به کلام میووردم، اون جلوی همه میگفتم و میتونستم عقب گرد کنم، ولی میدونستم آنچه که در من هست به یک فرم دیگه‌ای در فرد دیگه‌ای هم هست و
حتما کلام من میتونه هیلینگ باشه واسه اون فرد حتما. و این کارو کردیم. چشای من چشامو بستم و گفت که میتونی خود الانت رو یا اسمش صدای من برتر یا هر چی که اسمش میذاری، خدای تو هر چی که اسمشو میذاری تصور کنی و اینجا صداش کنی و تصورش کنی با دیتیل. عجلم نکن که سری ردشی ازش، همینجا بمون، انقدر بمون که تصور یکم برات، این تصویر یکم پررنگتر و واضح‌تر شه. حالا مشکلم، قبل از مشکلم رو نگفتم، مشکلم چه؟ من یک عادت، یک چرخه معیوبی که همیشه توش بودم این بود که همیشه دوست دارم کارهایی انجام بدم که مفید باشه. مثلا حالا مفید بودن خب هزار معنا داره دیگه. بعد مثلا نشستن یه جا، مثلا اینکه بشینم رو موبایلم باشم یا بشینم مثلا فقط تلویزیون نگاه کنم، اینا برام خیلی بی‌معنا بود همیشه. چه از لحاظ اینی که من الان این تایممو مفید خرج نمی کنم، در صورتی که استراحت کردن، آرام گرفتن، در بدنت نشست کردن، اینا جز تعادل اون قسمت فعال من هست. اگه من یه قسمتی دارم که خیلی فعاله، این قسمت هم میطلبه. خب من این قسمت رو درست اجرا نمی کنم و بدن من، ذهن من، حتی روح هم هر سه در رستینگ مود نمی رفت، یعنی یک ریلکسیشن کامل نمی رفت. فقط برام اتفاق در چیز می افتاد، در مدیتیشن می افتاد که اونم یه بار در روز انجام، یه دو بار در روز انجام، بقیه شو میخوای چیکار کنی. من در اون سایکل معیوب میموندم. حالا هر کسی به یک فرمی در این چرخه معیوب هست. بزن یه پرانتز باز کنم. اگر یک کودکی به سمت ما میاد و میگه، گریه میکنه و میگه دستم رو بریدم، ما چند دو تا راه داریم. یا اینی که بفهمیم دردش رو در حالتی که هست و باش همدلی کنیم، در آغوش بگیریمش، بگیم از تو مراقبت میکنم، من اینجا برای تو هستم، بیا مثلا حالا چسب سخبش بزنیم، براش یه داستان میگی و اون نیم باشیم، هیچ وقت این برخورد نداری که حالا بگه چی، حالا بگه یه زخمه، اتفاق خاصی نیفتاده دیگه، گریه نکن. این برخورد، برخوردیه که من درد تو رو نمیفهمم، من هم لول نمی کنم. حتی اگه برای من دردهای بزرگتری وجود داره به عنوان یه مادر، به عنوان یه حالا پرستار یا هر چیزی، من باید هم لول کنم اون درد رو، اون مشقت رو بفهمم و به شفقت بدم که من اون یکیشیم، که یگانه در ما یکی بشه. حالا اینی که من میگم شاید درد خیلی ها نباشه، شاید بگی این لایف خیلی به درد نمیخوره، ولی دارم میگم اگه این هم درد بشی با من، اون موقع میتونی کمک کنی به درد خودت، آینه میشیم برای هم دیگه. گفتم من در این چرخه معیوب هستم و در موردش هم با خیلی ها صحبت کردم. خیلی چون یه آدم فعالی هستم، حالا در حد خودم به یه چیزهایی دست یافتم، جدی نمیگیرن که این یک مسئله است برای من، که من اصلا کامل وارد همینجور که 100% رو تو فعالیت میذارم، تو این نمیذارم. تا رسیدیم به این سرمونی، تا رسیدیم به این شامن که من این سوال ازش پرسیدم، من برترم رو تصور کردم و گفت که خودتی؟ گفتم خودمم، خودم رو میبینم. گفت که بپرس، ولی از احساسش بپرس. مهمترین نکته همه این لایف احساسه، این نکتهش اینه. ازه گفت که بپرس که چه حسی داری وقتی که در این رست، در این سوالو بپرس که در این نمیری چه حسی داره. و همینجور که من در سکوت، فرض کنید که جمع خیلی زیبا همه سکوت کردن، آتیش جلومه، صدای آتیش رو میشنم، صدای آب فاونتینشون رو میشنم و یک سکوت محضی گرفته بود و من خیلی ساده پرسیدم، گفتم آنوشا چه حسیه؟ وقتی که تون آرامش محض، تون همه اون استرس همیشه هست دیگه، چه حسیه؟ و اولین کلمه ای که یهو رایز آب کرد گفت که ارزشمند نیست. یعنی من اون لحظه ای که در سکون آرامش رست کردن هستم، یک جایی در وجودم، یک جایی در ناخودآگاهم ارزشمند نمیدونه اون وقت رو، زمان رو، برای چیزای دیگه ارزش قائله. و این رو که گفت، گفتم
و گفت سوال بعدی پیش اومد، گفت وقتی که اون وقت ارزشمند نیست یعنی چی؟ یعنی من این آنچه که در من هست باور داره به غلط که من ارزش، خود فرد من ارزش این رو ندارم که یه ذره استراحت کنم، ارزش این رو در خودم رو دیزرو نمیدونم، خودم رو مستحق اون آرامش، اون صلح، اون پیس، هر چی که اسمش هست نمیبینم. و خب خیلی احساساتی شدم، اصلا یک لحظه متوجه شدم به غلط. خیلی ساده، من که با خیلی ها در مورد این صحبت کرده بودم، از خیلی کتابا حتی نشسته بودم نگاه کرده بودم، ولی احساسش رو هیچ وقت به احساسش فکر نکرده بودم که چه احساسیه در من، چه احساسیه در من. و این فقط برای مشکلات نیست، اینی که فقط یه چیزی یه چرخه معیوب گرفت مشکل گیر کردی و بپرسی، میتونه هر چیز ساده‌ای باشه، به یک چیزایی که میخوای باور داشته باشی، ایمان پیدا کنی، خودت رو قوی‌تر ببینی، باور کنی، این که خودت رو، اون من برتر رو یا توی آینه ببینی، بدونی که عیب بذاری، بدونی که روش مشکل بذاری، بدونی که روش سرزنش بذاری، سرزنش کنی، سری تا نگاه کنی مشکل رو پیدا کنی، به جایی که فقط ببینی، نظاره‌گرشی. گفت ما با همینه که هستیم نگاش میکنیم، اپریشیتش میکنیم، شاکریم ازش که هست، همین در این فرم هست. و این باعث میشه که من به خودم نزدیکتر شم. الان توی چند وقت من توی آینه وای میسم و هیچ وقت خودم رو اینجوری نگاه نکرده بودم، هیچ وقت. و من واقعا فکر میکردم خودم رو میبینم، جدی میگم، واقعا بود زمانی که وای میسادم خودم رو نگاه میکردم، خودم رو اپریشیت میکردم، ولی الان اصلا به یک فرم دیگه، اون جریانی که قلبم رو داره میتپه، اون بودن و پروردگاری که نفسم رو میاره و میبره بدون دخل تصرف من رو میبینم، میبینم، میبینمش، حسش میکنم. به نظر خیلی چیز ساده‌ای میاد. گفت خیلی ها، گفت همینجوری که الان تو همین جمع هستین، مطمئنم این صحبت قوی که آدم ها با خودشون با بقیه دارن رو شروع کنن با خودشون، یه ذره انجام میدن و لدگوش میکنن و رهاش میکنن و برمیگردن به کاندیشنینگ قبلشون، شرطی شده یه قبلشون، چون اون کامفورتبل تره، بهش آشنا هستن، راحت تره، با اینکه غلطه، با اینکه خیانت در واقع و خدمت نیست، ولی چون عادت داریم بهش برمیگردیم و بلند شدن از یک زمین مرده‌ای که همیشه توش بودیم بسیار سخته، با اینکه مرده است. این چیزی بود که من حالا از اون فرد پرسیدم و این جوابی بود که به من داد. گفتم که با شما قسمتش کنم، شاید به درد شما هم بخوره. کلی هم سوال اینجا برای من نوشتین، بذارین سوالاتون رو بخونم. در مورد کتابم میام لایوار، هنوز هیچ چیزی شروع نکردم در مورد کتابم. کتابم خوشبختانه اون عزیزایی که باید باهاش ارتباط برقرار کردن، گروه هاشون رو ساختن، تکی دارن انجام میدن و انقدر قصدی که گذاشتم پشتش و انرژی که گذاشتم پشتش و 100% کمک نشریه عزیزمون که خیلی به من با من همکاری کردن رو به بهترین شکل جلو بردن، همه اینا خودش داره کارشو انجام میده بدونی که من بخوام کاری براش الان انجام بدم، ولی حتما میام برمیگم در موردش صحبت میکنم. از اول بگم لیلا خانم عزیز، این لایو رو سیو میکنم تو یوتیوب هم میذارم، نگاش کنید، برام کامنت بذارید، به هم بگید. یه چند تا برنامه اینجوری گذروندم و چند تا جوابای این شکلی گرفتم که دوست دارم بازم بیام لایو و در موردش با هاتون صحبت کنم. قربونتون برم. یه چیزی هم بخوام بذارین اضافه کنم، دلیلی که
ما میتونیم به هم دیگه وصلشیم و با هم ارتباط برقرار کنیم، فقط شیر کردن و قسمت کردن احساساته. در این صورته که بعضی تو این پیج موندگار میشن و بعضی ها نمیشن. ما میتونیم بریم خیلی چیزها رو، من خودم به شخصه میتونم برم خیلی کتابا رو بخونم و پادکست ها رو گوش بدم، خارجی ها رو، انگلیسی ها رو گوش بدم، بعد حفظ کنم، بیام ترنسلیت کنم، بیام همینا رو بگم، که خیلی از کتابای، خیلی از پیج هایی که شباهتی حالا یه ذره دو ذره به من دارن کارهای اینجوری انجام میدن. وقتی که من میام از یک درد مال خودم که باش دست و پنجه نرم میکنم، یک ایگو، یک منیت در واقع صحبت میکنم، آدم ها میفهمن که سپریشن، جدایی رو تجربه نکنم و ما همه تو با هم یکی هستیم و شریک هستیم. اینم چیز آخریه که دوست دارم اضافه کنم. روی ماه همگیتون رو میبوسم، در حد خودم، در حد خودم، در حدی که بلدم، در حدی که سوادمه، میام اینجا و حضورم رو پررنگ میکنم که شاید کمکی باشه. هر همین حد، هیچ ادعایی، هیچی هم نیست. روی ماهتون رو میبوسم. مرسی از این همه عشق. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.